با درو در زده و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما در ایران و دیگر نقاط جهان باشم در این نوبت از برنامه چالش به تماشای مراسم روز ملی شیر و خورشید که در 26 خرداد یا 15 جوان در پاریس برگزار شد میشه با درود به نام ایران و درود به روح پاک جانباختگان راه آزادی سپاس از همه همیهنانم که از دور اروپا و کشورهای مختلف به پاریس خودتون رو رسوندین برای احترام به روح تمام جانباختگان راه آزادی از جمله جاویدنام مجید رضا رهنورد برای شما یک پیام مهم از جناب آقای فعال پاشایی دبیر حزب مشروط ایران آماده کردیم با هم گوش میدیم من فکر بزرگترین وظیفه ما مخالفین جمهوری اسلامی است که راهکار کنار هم میشستن هم با هم کار کردن و ایجاد یک نیروی قوی از مخالفین جمهوری اسلامی رو فراهم کردن داریم در برابر جمهوری دهاج به عمدهترین وظیفه ما این است که بتونیم زمینه هایی رو بچینیم که همه نیروهایی که به دموکراسی معتقدند همه نیروهایی که به آزادی را معتقدند همه نیروهایی که به یک پارچگی و یگانگی ملی ایران معتقدند رو گرد هم جمع کنیم و بتونیم از اون نیروی ایجاد کنیم که بتونه پاسخ بچه هایی که فردا به خیابان میان رو بدهد و بتونه مجامع بنومری رو قانع کنه که اپوزیسیون به اون بلوغ فکری رسیده که بتونه کنار هم کار کنه و بتونه با هم کار کنه برای ما فرقی نمی کند بریم جمهوری خواه مشروط خواه سوسیالیست فقط مهم است که, که هر کسی که در این مجمع جمع می شود عشق به ایران داشته باشد به یک پارچگی ایران معتقد باشد و تلاش کنه تمام توان و نیروش شد در راه آزادی ایران عرضه کند. یک پیام ویدیوی دیگه برای شما داریم از استاد نوری علا دبل کل حزب سکیلار دموکرات ایران درود بر شما ایران دوستان گرامی حضورتون رو در مجلس ایران مداران که برای بزرگداشت روز ملی شیر و خورشید تشکیل شده خوش آمد میگم پدیده های دیرپای تاریخی به تدریج خودشون رو در نشانه های مختصری خلاصه میکنن به طوری که نشانه حکم نماد اون مجموعه رو بازی میکنه مثلا وقتی صلیب رو میبینیم همه دانش و اطلاعی که از ماجرای مسیح داریم یک جا در ذهن ما زنده میشه ایران ما هم پس از پنجاه قرن اکنون خودش رو در نشان شیری که خورشید خانم رو بر پشت خودش داره به ما نمایان میکنه البته نمایه های تاریخی ما زیادن اما هر کدومشون به دوران معینی تعلق دارن تخت جمشید یادگار هخامنشیان تاق کسرا یادگار ساسانیان و آلی قاپو یادآور صفویان اما تنها شیر و خورشیده که همه تاریخ ما رو در خودش فشرده کرده و حکم کپسول زمان رو داره و هنگامی که اسلامیست های خمینی زده و انیرانی بر تخت فرمان ایران ما دست یافتند نشان پیروزی ایدئولوژی امتی خودشون بر ایران مداری رو در برفکندن شیر و خورشید و جانشین کردن اون نشان خرچنگ مانندشون دانستن و در نتیجه برای مسائبی که در اندکی کمتر از نیم قرن بر کشور ما روا داشتند نشانه ای از خود به یادگار گذاشتند که اگرچه به زودی پرچم کشور ما از لوس اون پاک میشه اما در اصحان ایرانیان لاقل تا زمان باقی و جاری هست نشان از همه زشتی های تاریخ رو خواهد داشت و هنگامی که فرزند جان باخته ایران حمیدرضا رهنورد این نشان ملی و باستانی رو بر پوست دست خودش با خون خودش عجین میکرد حکم قغنوسی رو پیدا کرده بود که میرفت تا از خاکشتش ایرانی تازه برخیزه و خوشحالم سرفرازم که حس میکنم که ما همگی میتونیم همراه با هم این گرده همایی بر حول محور مهمترین نماد ایرانیت رو تبدیل به آغازگاه سفری به سوی یک ایران سرفراز آزاد و آباد بکنیم چرا که به قول شاعر ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود زنده باد بسیار زیبا پیام همبستگی بین همه ما من خودم به دعوت آقای دکتر تاج و جبهه هفته آبان از لندن اومدم پیش شما و برای همبستگی همه ما قدمایی رو که باید برداریم برمیداریم تا به اون آزادی که برای ایران آرزو داریم بهش برسیم برای شما ویدیوی داریم از صحبت های بزرگترین دشمن ایران چی بهش بگیم؟ خمینی بیرق ایران نباید دیدن شاهی تاهی باشد آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی تاهی باشد باید آرمهای اسلامی باشد از همه وزارت ها از همه ادارات باید خوشی اسلام باید افراد ملی به درد ما نمیخورند افراد مسلم به درد ما اسلام با ملیت مخالف است معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم ملیت را میخوایم و اسلام را نمی اون مرتی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم ملی هستم دویم ایرانی هستم سیوم اسلام این اسلام نی تو سیوم هم اسلام نیستی سپاس از حضورتون واقعا این ویدیوی بسیار بدی بود من خودم قلبم میزد این ویدیوی احریمن بود ویدیوی نکبت نفرت ولی باز هم می‌بینیم که مردم ایران مجید رساها پرچم ایران رو دوباره به احتزاز در میارند بر روی پوستشون بر روی دستشون بازوشون خالکوبی میکنند و امروز پس از 45 سال شاهد این هستیم که در بیش از 20 شهر جهان روز ملی پرچم ایران بزرگ داشتش انجام میشه و یاد جان باختگان گرامی داشته میشه طبیعتا مردم ایران به زودی پرچم ایران رو در ایران دوباره به احتزاز در خواهند آورد اما پیش از اون طبیعتا باید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیاز به همبستگی است نیاز به همبستگی بر سر یک سری اصول مشخص در این راستا جپی ای هفتوان هم با حزب مشروطه و حزب سکولار دموکرات مذاکراتی رو شروع کرده و خوشبختانه به یک تفاهمی رسیدیم که یک بیانیه مشترکی رو در پی داشته که الان براتون میخونم و طبیعتا این آغاز راه هست و این راه رو با گسترش این همبستگی ما ادامه خواهیم داد. اعلام تشکیل مرکز رایزنی و هماهنگی نیروهای دموکراسی خواه ایران مدار ملت ارجمند ایران ما سه سازمان سیاسی حزب مشروطی ایران لیبرال دموکرات حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جبهه هفت آبان در فرایند برگزاری و میزبانی مشترک مراسم 26 خرداد روز ملی شیر و خورشید بران شدیم که از این پس در یک همکاری نزدیکتر و با هدف برقراری سازوکاری برای همبستگی افزونتر جریانهای سیاسی دموکراسی یک مرکز رایزنی و هماهنگی را اندازی کنیم این مرکز نقطه آغازی برای فعالیت‌های مشترک و جلب همکاری دیگر جریان سیاسی بارورمند به چهار اصل زیر خواهد بود. یک، یگانگی ملت ایران و تمامیت ارزی کشور. دو، التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر سه بر یک دموکراسی لیبرال که زامن جدایی کامل نهاد دین از دولت باشد چهار گزینش شکل نظام دموکراتیک آینده از سوی ملت ایران به اعتقاد ما این چهار اصل مبنای هر گونه همکاری مشترک و چکیده تلاش های چهل و پنج ساله آزادی و میهندوستان برای رهایی ایران از چنگال حکومت ستمگر جمهوری اسلامی است. روشن است که اکنون با تشکیل این مرکز میدان همکاری و برنامه ریزی میبایست گسترده‌تر شده و هدفمند پیش رانده شود هدف نهایی دستیابی به یک همکاری سازمانیافته و فراگیر برای فراهم ساختن آلترناتیوی شایسته در برابر ستم سالاری کنونی است که بتواند دستور کار آینده نزدیک را برنهد و دوران گذار به دموکراسی را انجام پذیر کند در این مسیر آنچه هم ضرورت دارد هماندیشی و هماهنگی نیروهای آزادی خواه است جریانی که طیفی از انواع کنشگران سیاسی با حوزه های های گوناگون را در بر گرفته و در وهله اول در جهت فراهم حوزه‌های حوزه های اقدام مشترک و همکاری اجرایی در جهت فراهم آوردن زیر ساخت ها و لوجستیک انقلاب ملی, ملی باشد مرکز رایزنی و هماهنگی نیروهای دموکراسی خواه ایران مدار بستر این گونه هماندیشی ها و همکاری ها خواهد بود و در این مسیر دست همه شما آزادی خواهان میهندوس را به گرمی میفشارد پاینده ایران سپاس از حضورتون و خوشحالم که اینجا در کنار شما هستم و زادروز مجید رزا رهنورد رو تبریک میگم من به جای سخنرانی تصمیم گرفتم یک کارت تولدی رو که برای مجید رضا درست کردم و نوشتم براتون بخونم مجید رضای عزیزم تولدت مبارک دشخیمان جمهوری اسلامی نمیدانستند که وجود نازنینت ریشه در آب و خاک و فرهنگ ایران زمین مندارد دارد اهریمنهای اسلامی گمان کردند دستت را که به نشان شیر و خورشید آزین شده میشکنند قافل از اینکه پرچم ملی ایران شکستنی نیست زمانی که کوتاه بینان قامت بلند و استوارت را پای چوبه دار بردند انگاه که چهره زیبایت را با نقاب پلید سیاهشان پوشاندند چون گفتی برای من نماز و دعا نخوانید شادی کنید و آهنگ های شاد بزنید ندانستند که فاتحه وجود بیمقدارشان را میخوانی و نوید شادی و پیروزی ایرانی آزاد را سر داده آنها نفهمیدند که تو و تمام جاویدنامان ایرانمان هرگز نخواهید مرد. قصه تو را مادران سینه به سینه برای فرزندانشان خواهند گفت تا هرگز فراموش نشوی نامت در کنار کاوه آهنگر بابک خورمدین آرش کمانگر و دیگر اسطوره های ایران برای همیشه زنده خواهد ماند تو نطفه همبستگی و اتحاد ما را کاشتی شیر و خورشید بازوی تو نشسته بر هزاران پرچم سرنگ ایران در روز آزادی ایران بر آسمان فیروزه‌ای میهنمان به رقص خواهد آمد همراه با آهنگ های شادی که از مردمت خواستی ما این روز رو به فال نیک میگیریم و به امید اینکه این همبستگی ما هر چه بیشتر هر چه گسترده تر و هر چه محکم بشه و پیمان ببندیم که نفس خودمون رو در اون صندوقی قفل کنیم و کلیدش رو به دریا بندازیم و فقط و فقط به ایرانمون و به مردم ایرانمون فکر کنیم سپاسگزارم یکی از مهارت های بزرگ جمهوری اسلامی و سیستم رسانیش و به خصوص اصلاح طلبان این بوده که قایم کردن که جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتره همیشه گفتن سیستم دیکتاتوریه به خاطر اینکه دیکتاتوری رو میشه اصلاح کرد با اونا گفتن بهش فرصت بدیم اصلاح میشه این فرصته رو میخواستن از کشورهای غربی بگیرن و این میخاطر توتالیتر توتال بودن این سیستم رو قایم و پنهان کردن در حالی که نمونه تیپیک کامل یک سیستم توتالیتره حالا اهمیتش اینه که سیستم های توتالیتر یا سرنگون میشم خوشونتبار مثلا چیزی که در شوروی رخ داد آن چیزی که برای آلمان رخ داد یا میتونن بمونن همیشه بمونن هیچ کس تعهد نکرده سیستم های توتالیتر تا زمانی که روایتشون کار میکنه روایتی که سیستم بر اون سواره میتونن بمونن این یک نکته است این یک فکت مهمی بود فکت دوم اینه که اصطلاحا میگن توسعه انسانی نه اجتناب پذیر نه روند خطی داره یعنی هیچ کی تعهد نکرده که یک کشور حتما باید در یک مسیر درست پیش بره و تغییر کنه نمیدونم از دیکتاتوری بشه نمیدونم به دموکراسی از نمیدونم عدم توسعه به توسعه یک کشور میتونه فروتر هم بره میتونه روز به روز بیشتر هم به قهقرا بره و میتونه همینجوری هم ادامه پیدا بکنه و ما نمونه رو توی دنیا داریم های بسیار بسیار افتضاحی هایی که دارن کشور رو مصرف میکنن کشور رو نابود میکنن ده ها هستن نابودم نمیشن شدم نابود نشن. هیچ هیچکی تعهد نکرده جمهور دو سال دیگه پنج سال دیگه 20 سال دیگه حتما نباشه کی میتونه اینجا این رو تعهد بکنه شاید هم بمونه جمهوری اسلامی 20 سال دیگه تا زمانی که روایتش کار میکنه جمهوری اسلامی خواهد موند فکت سوم چیه ما از نظر انواع آمارها و شاخصهای محیط زیستی کشور کنونی ایران یک رکورد استثنایی هست در دنیا یعنی یک کشوری که در کمتر از چهل سال حداقل دو سوم جنگلهاش جمهور میگه نصف نه دو سوم رو از دست داده 95 درصد حیات وحششو از دست داده هیچ جای دنیا فقط اون موقع که اون پنج انقراض که چی میگن شاپ سنگ خورد کره زمین دایناسورها از بین رفتن شاید بره ما تو کرد که 95 درصد حیات وحش یک کشور کامل از بین بره ما تو فرسایش خاک سال هاست کشور اول دنیاییم تو بیابانزایی کشور اول دنیاییم تو منابودی منابع آب کشور اول دنیاییم همه اینها یعنی چین که ما فقط این نیست که با یک حکومتی طرفیم که مردم رو فقیر نگه داشته به مردم ظلم میکنه تو سر مردم میزنه قدرت رو تقسیم یک کشوری طرف هستیم که آینده یعنی آینده هزار سال بعد ایران رو داره نابود میکنه گفتم من بارها گستری زیست ایران هی داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه یعنی الان کل 80 درصد جمعیت ایران دور دو تا خط جمع شده شما یه خط از مشهد بزنید به تبریز از تبریز بزنید به شیراز 80 درصد جمعیت ایران اومده دور این دو تا خط چون اینجا تنها جایی که هنوز آب داره و هنوز فرسایش خاک سرزمین رو نابود نکرده و این هی داره فشرده تر میشه حالا این آثار اجتماعی هم داره مو که زیست محدود میشه اون دیگر پذیری تاریخی ما ما کشوری که ادیان به ما پناه میوردن اقوام به ما پناه میوردن اون هم از بین میره چون ارسی زیست کوچیک میشه تنازع بقا شک میگیره ما اصلا تبدیل به یک ملت دیگه میشیم در یک کشور ویران به جمهوری اسلامی فرصت بدی میتونه بمونه و میتونه این رخ بده اون روایتی که جلوی جمهوری اسلامی کار میکنه و نشون داده که با کمترین خرج در کوتاهترین مدت میشه مردم رو بهش جلب کرد روایت ایرانگرایی و طبیعتا روایت ایرانگرایی نماد خودش رو میخواد پرزنتر خودش رو میخواد نماینده خودش رو میخواد تشکیلات خودش رو میخواد من امیدوارم این شیر و خورشید که الان امروز ما اینجا جمع شدیم نقطه آغاز اتحاد و همبستگی جریان های ایرانگیرا باشه که انشالله اقلای جریان های دیگر رو هم دور خودش جمع بکنه که ما اجالتا روی این, روی این حد اقل های اشتراکی خودمون دور هم همبسته بشیم به آخوندا فرصت ندیم که کشور ایران رو اونقدر فرو ببرن که واقعا دیگه جای برای جبران نداشته باشه ممنونم دوستان است ایران مال همه ایرانیان است تنها رایی که ما میتونیم با جمهوری اسلامی درفتیم این که قبول داشته باشیم که ایران متعلق به همه ایرانیان است. روی برنامه های تاریخی هم ما نمیتونیم بگیم همه یک باور داریم اگه 28 مرداد ای که میگه قیام, قیام, ملی بود و دیگری میگوید کودتا بود مسئله نیست تاریخ نویسان صحبت میکنن شکل و حکومت را برای این هم بستگی ها باید به رأی گذاشت در آینده به دلیل اینکه دعواهای حاشیه‌ای ما چهل و چهار سال وقت ما رو گرفته ایران سرافراز در دست همه ایرانیان با دست همه ایرانیان ایجاد خواهد شد این راهکارها همبستگی ها در این راستا تا انجام بشه شما بسیار ممکن جمهوری خواه باشن سوسیال دموکرات باشن ما با جرأت میگیم و با افتخار میگیم که در کنار بعضی وقتا جمهوری خواهان گروه های سیاسی متعادل سوسیال دموکرات ها همگرایان عزیز من اینجا هفته آبان سکولار دموکرات ها این جرأت و جسارت رو ما باید به عنوان سیاسی آدم های سیاسی و گروه های سیاسی داشته باشیم که بتونیم دگرندی شمون رو حرفش بشنمیم باش کار کنیم تنها راهش اینه اگر ایران ما پس از سه هزار سال با نشان شیر و خورشید از دوران میترائیز متر... مهپرستی تا حالا ادامه پیدا کرده جمهوری اسلامی جز مگسی بیش نخواهد بود در تاریخ سه هزار ساله ما سپاس از وقتی که من خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی محکوم به ادام هستم محمود مهرابی پسر باشرف ایران برادرم که شجاعت، نجابت و شرافت را زندگی می کند. شرافتی که حاصل نانی است که پدرم با خون دل داد نه با خون خلق. برادرم را خانه نشین کردن اما ذره ای از شرفش را نفروخت. با تمامی بکس، خشم، امید و عشقی که در دلم دارم دارم با شما حرف میزنم. حال خوبی ندارم حال مادرم هم خوب نیست شاید دیده باشین مادرم هنوز نمیدونه که بعدم حکم اعدام گرفته این آه و ناله ها برای دوری فرزندشه که 17 ماه در زندان بیشتر از 6 ماه که در بند جرایم خطرناک نگهداری میشه ولی تو چهرش ندیدن من تو دادگاه بهش حکم اعدام دادن چون ندامتی تو چهرش ندیدن من از شما خیرمندان از شما آگاهان ایران دوستان با تمامی عشقی که دارین به ایران به فرزندان ایران به مادر من فکر کنید به مادر ستار به, به فرزندان حبیب دریس فکر کنید به خواهر رضا رسایی به توماج صالحی که مادرم نداره به همه اینو همه فرزندان ایران هستند بهشون فکر کنیم خواهش میکنم و با اتحاد کنار هم بیستیم در دست در دست هم عاشقانه بذارید بذارید که نشون بدیم چقدر ما هم دیگر رو دوست داریم خواهش میکنم کاری کنیم بچه همون آزاد بشن و این حکم ما شکسته بشه ممنونم از این وقتی که به من دادین دست تک تک شما رو میبوسم سپاسگزاره. قلب مهربان همه شما هستم ممنونم از این دست. به حکومت دیکتاتوری توتالیتر آقای دکتر کرمی اشاره کردند مهمترین چیزی که حکومت توتالیتر از ما میگیره دو نکته است در کنار هم قرار بودن و اعتماد به همدیگر رو از ما میگیره ما رو تبدیل به جزیره های متروکه جدا از هم میکنه و امید رو از ما میگیره امروز روزنه امیدی بود برای ما برای شناختن اینکه ما حداقل هنوز اهداف مشترکی داریم اگر متحد خارجی نداریم خودمون رو داریم و میتونیم دست در سر دست هم در راه این اهداف ادامه بدیم اما مهمتر از اون روزنی امیدی بود شاید برای عزیزان ما در ایران که ببینند با وجود تمام بالا و پایین ها ما همچنان در کنارشون ایستادیم ما به جز هم هیچ کس رو نداریم اما وقتی که همدیگر رو داریم به هیچ کسی یا به هیچ چیزی احتیاج نداریم زنده باد آزادی پاینده ایران فقط از جانب دوستان و هموندانم در حزب سکولار دموکرات پیام شاد باشی آوردم به مناسبت امروز سال روز تولد مجید رضا رهنورد و فقط آرزو دارم که صدای ما از اینجا از این سالن بیرون بره و به گوش آقای مکرون دولت فرانسه و دولت های غربی برسه مردم ایران در دو سال گذشته شیرزنان ایران نشون دادن که چطور میتونن از عهده این نظام بر بیان براندازی این نظام و جون خودشون رو کف دستشون گرفتن و ما هیچ دخالت و حمایتی از کشورهای غربی نیاز نداریم فقط میخوایم که حمایتشون رو و مماشاتشون رو از این حکومت قطع بکنن اگر یادتون باشه اولین بار ما در طول 45 سال گذشته مبارزه کم نداشتیم ولی اولین بار بود که در جنبش 88 شنیدیم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در مقابل هویت اسلامی در مقابل تلاشی که خمینی و نظام نکبت اسلامی برای ایجاد امت اسلام میکنه اونجاست که روی ملت ایران و روی هویت ایرانی پافشاری میشه این اون چیزی است که مردم ایران در سال 88 اونو فریاد کردند دوباره وقتی رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی این تلعلوی دیگری پیدا کرد گفتن از سقس تا زاهدان جانم فدای ایران از سنندش تا تهران جانم فدای ایران این تاکید روی هویت ملی است روی در واقع جامعه رنگین کمانی ایرانه روی یک منون هزار کیلومتر خاک ایرانه اگر نگاه کنید به تاریخی که مردم شروع میکنند، جوان شروع میکنند به اینکه روز کوروش رو پاس بدارن شروع میکنن به رفتن به پاسارگارد شروع میکنن به رفتن به قلعه بابک برای اینکه دهها ها مبارزه علیه خلافت اسلامی کرد و این رو توجه بکنیم که اساسا نظام اسلامی درسته خیلی موقع ها حتی شکست هاش رو هم پیروزی جلوه میده نمونش رو امروز میبینید ما در جنبش دادخواهی به همه خواسته هامون رسیدیم ما یک ناممکن رو ممکن کردیم برخ در مقابل اتحادیه اروپا در مقابل منافع دولت سوئد ایستادیم و اراده خودمون رو تحمیل کردیم دوستان عزیزی که فکر میکنن آزادی حمید نوری یک شکسته یک بار دیگه به دادگاه نورنبرگ مراجعه کنن و ببینن همه اون کسانی که در دادگاه نورنبرگ جان به در بردن از حکم اعدام در فاصله چند سال همگی آزاد شدن حالت ایستادیم نظام اسلامی در مقابل عدالته و ما در کنار عدالت ایستادیم نظام اسلامی از روز اول به دنبال آزادی حمید نوری بود نتونستن ما دادگاه رو تشکیل دادیم نظام اسلامی دو سال پیش بعد از اینکه حکم حبس ابد حمید نوری صادر شد میتونست همین معامله ای که امروز کرده اون روز بکنه اما چرا دو سال دیگه اجازه داد که در دنیا مورد خفت و خاری قرار بگیره به خاطر اینکه برای نظام نکبت اسلامی تبرعه حمید نوری مهم بود و اینکه پای نظام نکبت اسلامی در این پرونده گیره پای سلسله مراتب دینی و سیاسی و قضایی رژیم در این پرونده گیره و این اون دلیلی است که اینها تا آخرین مرحله دستگاه قضایی سوئد پیش رفتن از همه فرصت ها خواستن استفاده کنند تا بتونن این پرونده رو به شکست بکشونن اما نتونستن اما ارادمونو رو به اونا تحمیل کردیم و من به شما قول میدم باز هم ارادمونو رو به اونها تحمیل خواهیم کرد. دست به قلم بردن و نوشتن از همشهری هم مجید رضا رهنبرد کار بسیار دشواری است آخر کدام کلمات می توانند شجاعت بابک زمانه فرزند برومند ملت ایران مجید رضای قهرمان را توصیف کنند زبان از بیان دلیری او قاصر است او مانند اجدادش سر به دار داد اما تن به ذلت نداد اگر رشادت های آریو و مقاومت بابک در مقابل اشغالگران و ایستادگیش را تا آخرین نفس در کتاب های تاریخی خواندیم و شنیدیم دلاوری مجید رضا رهنورد را به چشم دیدیم این گونه اسطوره ای نو به تاریخ ما افسوده شد اسطوره که گرچه کم زیست و زهاک زمانه جانش را ستاند اما به حق تبدیل به الگو و سرلوحه مبارزات ملت بزرگ ایران شده است جوان 23 ساله ای که علی چند دهه ضدیت نظام اسلامی با تمام مظاهر تمدن ایرانی از جمله نشان شیر و خورشید این نشان ملی را بر دستش حک نموده بود در حالی که کشورمان تحت اشغال رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است بیایید پیمان ببندیم تا همچون مجید رضا رهنبر تا آخرین نفس برای تحقق خاص جمعی ملت ایران یعنی نابودی نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت ملی مبارزه کنیم پاینده ایران <تصفح> <تصفح> یادتون باشه در روزگاری که هر روز یک جان باخته ای رو تقدیم خاک ایران زمین میکردند ملت ایران زنان این کشور بدون اینکه اصلا آگاهی از گذشته تاریخی این کارشون داشته باشن بر سر مزار یکی از این جانباختگان موی خودشون رو بریدند و این تبدیل شد به یک کار جهانی شما دیدید که در پارلمان اروپا در سرتاسر سر جهان این کار انجام شد بدون اینکه کسی بدونه که این کار همون کاری بود که فرنگیس در سوگ سیاوش کرد من روزی که اون فیلم آخرین لحظه های زندگی مجید رضای نازنین رو دیدم و اون واجه ها رو شنیدم وقتی که می گفت شادی بکنید برای من پژواک که واجه های داریوش بزرگ بر کتیبه نقش بر... رستم بود که می گفت بقیه بزرگ است اهورا مزدا که آن آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید اون تقاضایی که می کرد مجید رضا که در سوگ من بر سر مزار من گریه نکنید قرآن نذارید بلکه شاد باشید و شادخاری بکنید پژواکی بود از یک گذشته تاریخی یک گذری به یاد تاریخی خودمون بکنیم آیا ما کرداری رفتاری گرامی تر از اونچه که مجید رضای نازنین ما در آخرین سانه های زندگیش کرد در تاریخ گذشته خودمون در اون خاطره خودمون اساسا سراغ داریم آیا میتونیم چه چیزی رو ببینیم و ما این همبستگی رو که در زیر چتر این پرچم به سوچ داریم حرکت میکنیم فقط به اکنون و آینده به دهکار نیستیم ما این همبستگی رو برای نجات ایران برای رهایی مردم ایران از چنگال زحاک و اهریمن نه تنها به حال آینده بلکه به گذشته هم به دهکاریم و به تمام اون قهرمانانی که در راه آزادی زندگیشون رو دادند و در زیر این پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان سر دادند ولی سنگر ندادند پاینده ایران در سال 1357 خمینی موفق میشه بر یک جامعه مدنی و در واقع سترون حاکم بشه خیلی سریع قدرت سیاسی رو بگیره و داستان رو به اینجا برسونه نکته اول اینه که من فکر میکنم در تحولات آتی کشور ما جامعه مدنی سترونی وجود نخواهد داشت و بنابراین اینجا یک نقطه امید و روشنایی به نظر من به چشم میخورد بنابراین بر کلیه روشن فکران الیت سیاسی و فرهنگی جامعه ما به گمان من واجبه که به اینکه جامعه مدنی توجه بشه و به های لازم بهش داده بشه مضافم بر اینکه با سقوط جمهوری اسلامی که هیچ کنم از ما نمیدونیم به چه شکل انجام خواهد گرفت این جامعه مدنی سرباز جامعه ما در آینده دی خواهد بود و به میدان خواهد آمد بنابراین تحولات سیاسی جامعه ما در آینده دی میان مدت یا کوتاه مدت آه مهر جامعه مدنی و خواستای جامعه مدنی از همین الان برش منگوشه اینو باید توجه کنیم نکته دوم که یکی از دوستان به درستی گفتن مبارده یک تونل وحشت شدیم این حرف کاملا درسته بگم آن من میانی که ما در زندگی میکنیم بیش از صد ساله که دچار این مشکل شده وارد تونل میشه و از اون طرف چیز درخشانی بیرون نمیاد سرنوشت ما هم میتونه اینطوری باشه اما برای ای که این سرنوشت رو بتونیم شکل بدیم الیت فرنگی، الیت سیاسی، جامعه مدنی و نه فقط احزاب و گروه های سیاسی باید برنامه معین و مشخصی برای گذار به دموکراسی تدوین کرده باشند که من اون میزنم تئوری گزار. تئوری گذار به دموکراسی هنوز تدوین نشده بنابراین توصیه من حرف من به روشن فکران و ایلیت سیاسی خارج کشور اینه فکر نکنید که شما تنها می توانید تحولات آینده ایران رو رقم بزنید هرگز شما به عنوان ایلیت سیاسی فقط میتونید این کار بکنید که در شکل یک گفتمان ملی ضد اقتداری گرایی شرکت کنید خیلی متشکرم دیر اگر پاید از این گونه داوت. نه تو مانی و نه من گرد همایید بیش از این از صف دشمن نه حراسید. به خفا یا به علن گرد همایید و وطن استین و شمایید و قراری وطن استین و شمایید و قراری ای دلیران وطن گرد هم آیید به نام بابک آقاب سرخ ایران چون که ما تاریخمان برباد رفت هستی و فرهنگمان بر خاک رفت کاوه و آرش همانجا خاک شد قهرمان کشورم عباس شد جای کورش را علی آمد گرفت کل آن آتش کده آتش گرفت همونطور که در ویدیوهایی که پخش شد دیدیم از خمینی گرفته تا خود روشن فکر پنداران پنجاه و هفتی پسمانده های و هفتی که متاسفانه هنوز ادعای ارسامی و برای ایران دارند همگی با نمادها و نشانهای ملی ما با پرچم ملی ما مشکل دارند دست مجید رضا رهنورد رو قبل از اعدام شکستن فقط به خاطر نقش شیر و خورشید بر دست این پهلوان ملی پس همونطور که شاهزاده رضا ف... پهلوی فرمودن بسیار هوشمندانه است که برای قدردانی از همچین دلیری زادروز ایشان را در تقویم ملی روز شیر و نامگذاری کنیم و هر سال با بزرگداشت این روز همبستگی و اتحاد خودمون رو اعلام بکنیم این پرچم و این همبستگی میتونه نمادی باشه برای ما برای همبستگی ما در مقابل کسانی که سرزمین مادری ما را اشغال کردن به امید زیستن در ایران شیر و خورشید پاینده ایران 26 خرداد ماه روز ملی شیر و خرشید. این روز زیبا بر اساس زادروز پهلوان جوان ایرانی مجید رضا رهنورد انتخاب شده چه اتفاقی از این زیباتر که جامعه جسور و جوان ایرانی داره در تنگناهای تاریخی در بزنگاهای تاریخی دوباره هویت خودش از خاکستر میسازه و این خاکستر قرار دیواری بزرگ و محکم باشه در برابر تهاجم چند جانبه کسانی که ایران رو بزرگ نمیخوان ما ایرانی ها هر کدوم به سهم خودمون تلاش میکنیم تا آجوری در این دیوار بگذاریم این دیوار بزرگ هویتی رو با همدیگه بسازیم و در کنار همدیگه کمک بکنیم تا دوباره ایران به روزهای زیبا و بزرگ خودش برگرده این رو نسل جوان ایرانی فهمیده و دیگه فکر نمیکنم که بشه این رو به عقب برگردوند آینده از آن ماست آینده از آن ایرانه آینده از آن کسانیه که ایران رو بزرگ و سرفراز و همیشه در اوج میخوان برای شیر و خورشید برای... کسانی مانند مجید رهنورد که جانشون رو در راه ایران فدا کردند فدای ایران برای ایران جاودان نام ایران نیستان سکولار دموکرات های ایران خوشوقت است که به این مناسبت با پیوستن به فراخان جبهه هفت آبان مبنی بر اعلام زادروز جانباخته قهرمان قیام مجید رهنورد به عنوان روز ملی شیر پیشگام موج جدیدی از به هم پیوستگی و اتحاد بین گروه ها و تشکل‌های مختلف ایرانیان فعال در عرصه مبارزه برای آزادی و رهایی مردم میهنمان ایران از چنگال رژیم اهریمنی مذهبی حاکم گردیده است اتحادی که امروز نمودش را در پاسخ و مثبت به این فراخان با پشتوانه و محور نشان زاوید و تاریخی یگانه ساز شیر و خورشید در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم و یاد داریم که تا پیش از پیدایش حکومت منحوس اسلامی تا پیش از پیدایش حکومت منحوس اسلامی نشان شیر خورشید علاوه بر نشان ثابت پرچم سرنج ایران همچون یک نخ جردم بند تمامی ارگان ها و نهادهای کشور یعنی کل سیستم دولتی از پادشاهی اداری پولی نظامی و انتظامی تا فرهنگی آموزشی درمانی و مدنی را به هم دیگر پیوند و جره میزد که از جمله نماد برزسته این پیوند نقش کاملا سکولار غیر مذهبی میهنی و ملی بودن نشان خورشید نشان شیر و خورشید میباشد که در نام و آرمان همتای ایرانی کمیته های صلیب سرخ و هلال احمر در کشورهای مختلف در کشورهای مختلف جهان با عنوان در ایران با عنوان جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و با آرم شیر و خورشید به سرخ خود را نشان داد و بدین گونه میتوان ایران را تنها چشوری در جهان آن دوران دانست که نام و آرمان، چه نام و آرم این نهاد انسانی و امدادی بین المللی را در خاک خود نه از مذهب و نشانها و سمبولهای های مقدس مذهبی بلکه از آرمان و ریشه تاریخی و ملی خود که در پیام صلح و دوستی و حقوق بشر کورش و بزرگ نماد عینی و عملی پیدا کرده برگرفته بود از این رو همجی بایستی به عنوان یک وظیفه میهنی نگاهبان این نشان بر روی پرچم ملی و همه نمادهای فعالیت ها و همایش ها و کنش های مبارزاتی ایرانیان به عنوان سمبل و محور پیوند و به هم پیوستگی و نشان ملی وحدت و همبستگی و همافزایی نیروهایمان و تمامیت ارزی ایران باشیم و آن را تنها جایگزین نشان و آرم بیگانه بر روی پرچم اشغال شده میهنمان و سد راه هر گونه تجزیه و پراشندگی و پادزهر تفرق افچنی های احریمن حاکم بر میهنمان و دستیارانش بدانیم و پاس بداریم پاینده ایران و رفراشته با تا زاویدان پرچم شیر و خورشید نشان ایران مهستان سکولر دمکورت افتخار دارم امروز پیام نهست مقاومت ملی ایران به بنیانگذاری دکتر شاپور بختیار براتون بخونم هموطنان گرامی نهست مقاومت ملی ایران از بدو و توسط شادروان دکتر شاپور بختیار پرچم ملیمان را به رنگ های سبز، سفید، قرمز با نشان شیر و خورشید نشان با عنوان هویت ما ایرانیان که در برگیرنده همه تیره ها و توایف است به رسمیت شناختم و به همین مبنا کلیه اطلاعی های و الیامی های ما نخصتی ها به پرچم سرنگ خورشید نشان و هم همواره آزین شده است امروز که دوستانی در دوستانی جشنی با به نام جشن پرچم شیر و خورشید در پاریس ترتیب داده اند مایه خوشبختی است که ما هم آرزوی موفقیت و گنای جشن را خواهانیم ایران هرگز نخواهد مرد نهضت مقاومت ملی ایران در طول 45 سال اخیر یک همچین اتفاق بزرگی بین سه گروه ملی هرگز اتفاق نیفتاده و من امیدوارم که این یک نطقه عطفی باشه برای پیشروی به سوی آزادی ایران عزیز ما اعضای محترم جپه هفت آبان حزب مشروطه ایران و حزب سکولار دموکرات ایران و حضر محترم اندیش کرده آوای آزادی و پروژه ایران جز اولین نهادی بودند نهادهایی بودند که اقدام مبتکرانه جپه هفت آبان را به همراه حزب مشروطه ایران و حزب سکولار دموکرات ایران تبریک و تایید کردند تا روز پونزدهم جون را به عنوان روز شیر و خورشید و به عنوان نماد ملی ایران به رسمیت بشناسند این باور را خلاصه و متبلور می کند که یک ایران یک پرچم شیر و خورشید و یک ملت وجود دارد ما بر این باوریم تغییر در ایران در حال رخ دادن است پرچم شیر و خورشید نشان و معیار هویت ملی ماست شاهزاده رضا پهلوی محبوب ترین و مورد اعتماد ترین عامل تغییر دموکراتیک است ما پرچم خود را در دست شاهزاده رضا پهلوی و به سوی رهایی از ظلم و وحشت جمهوری اسلامی دنبال میکنیم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران و ایرانیان آزاد خواهند گردید پاینده ایران به نام ایران 26 خرداد ماه زاد روز مجید رزا رهنورد پهلوان و قهرمان ملی پرشمدار سربدار خیزش ملی 2581 شاهنشاهی و یادآور رشادت از خودگذشتگی و شهامت است مجید رزا رهنورد قلبی آکنده از عشق به مردم و میهن داشت و در دوران پر خیزش سراسری در روز 26 آبان ماه علیه ستم و ظلم فرقه تبهکار همانند نماد شیر و خوشیدی که بر دستش نقش بسته بود شیرا ساق و رید به میدان آمد با اهریمن پنج در پنج شد و دلاوران جنگید امروز مجید رضا رهنورد پرچمدار تمامی جانباختگان و سربهداران ایران است که در برابر ایران ستیزی چپاول ثروت ملی کشتارها سرکوب ترورهای زنجیره و ستم 45 ساله نظام اهریمنی جمهوری اسلامی مبارزه کردند و جان شیرینشان را به مام میهن تقدیم نمودند مجید رزا رهنورد دلاوریش را نه تنها در میدان نبرد بلکه دو را در 21 آذر ماه و در پای چوبه دار با شجاعت و سراحت وصف ناپذیر نشان داد و سخنش را در برابر بیداد و اسلام گرای ویرانگری که 1400 سال خیمه سیاه و شوم خودش را بر سپهر ایران افکنده بدون هیچ واهمه و با صدای رسا و بلند فریاد کشید و بدون و, و همانند بابک خرمدین به تاریخ پر افتخار ایران پیوست و جاودانه شد ما هموندان حزب رستاخیز ایرانگرایان در زاد روز این قهرمان و پرچمدار ایرانگرا یاد و خاطری او و تمامی جانباختگان و سربداران انقلاب ملی را گرامی داشته و در پیشگاه ایران و ملت بزرگش پیمان میبندیم که راه او و دیگر یاران به او پیوسته را تا رسیدن به سرنگونی فرقه تبهکار و دستیابی به یک حکومت آرمانی ملی و برقراری آزادی آبادگری و بر پای داد و دادگری در ایران ادامه دهیم و از مبارزه و رسانی آوای راستی از پای ننشینیم ما ایران را از بلندای دماوند تیزفون و توس می نگریم پاینده ایران حزب رستاخیز ایران گرایان با کمال مسرت اطلاعیه جبهه هفت آبان با عنوان همبستگی در روز ملی شیر و خورشید را مورد مطالعه قرار دادیم گزینش این روز همزمان با زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد اعلام همبستگی و احترام به تمامی مبارزان میهندوست راه آزادی ایران است. مجید رضا رهنورد و دیگر مبارزان به همه ایرانیان درس شجاعت و پایداری در راه رسیدن ایران به آزادی و اعتلای از دست رفته را آموختند. بدین وسیله تاکید ویژه جبهه هفت آبان بر میراث مشروطه، هویت ملی، دموکراسی سکولار مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و نیز پرچم ملی و تاریخی ایران با نشان شیر و خورشید را ما نیز تایید و حمایت می نماییم. افزون بر این با تاکید بر هویت و فرهنگ اصیل ایرانی مبتنی بر رواداری، صلحجویی و احترام به گوناگونی فرهنگی اجتماعی، گویش ها،, تیره ها و شاخصه های موجود در کشورمان ایران و پاسداری و نگهداری از آن را همراه با باورمندی به حفظ تمامیت ارزی و یک پارچگی کشور زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک همه ایرانیان نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد هماهنگ کننده و پیوند دهنده برای گذار از کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را به عنوان موازه شفاف خود اعلام می نماییم. فم وی لیبرته زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی از همه عزیزانی که تشریف آوردن و از همه عزیزانی که در خدمتشون بودیم پشت دوربین ها در حقیقت تشکر می کنم قدردانی می کنم که حوصله کردن و این برنامه رو نگاه کردن خواستم که از طرف یک عضو کوچکی از طرف انجمن هما در پاریس از آقای دکتر بشیرتاش تشکر کنم برای اینکه ما رو قابل دونستن و ما در خدمتشون بودیم در پاریس برای این برنامه و از تک تک شما عزیزان که همیشه و همیشه الان من دو ساله با همه ایرانی های پاریس دست به دست هم دادیم در کنار هم به هیچ در حقیقت چپ و راستی نگاه نکردیم و تمام ذهن و فکرمون این بود که دشمن اصلیمون جمهوری منحوس اسلامیه و با همین راه و روش رفتیم جلو دست همه رو میبوسم مرسی برنامه در اینجا تموم میشه با سرود ملی عزیزمون مرسی از همه گی به افتخار خودتون ای ایران ای مرز پر ای Yes.